people won't face facts. Not until we take their joy. And when we do that, they'll murder each other in the street. We Happy Few محصول کمپانی مستقل کامپالشن گیمز مصداق بارز شکست واقعی یه ایده فوق‌العاده است. این بازی نشونمون میده چطور ایده‌ای که طبق وعده‌های سازنده‌هاش قرار بود به بایوشاکی دیگه تو عرصه گیم تبدیل بشه، در نهایت حتی در ابتدایی ترین مکانیزم‌های گیم پلی خودش هم میمونه و سخته که حتی بشه اسم بازی کامل رو برای اون گذاشت. داستان بازی توی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم جریان داره. این بار اما آلمان‌ها پیروز نبرد شدن و خاک انگلستان رو به اشغال خودشون درآوردن. تو همون سال‌ها و تو گوشه از خاک بریتانیا شهری به اسم ولینگتون ولز وجود داشت. بعد از تموم شدن جنگ، حاکمای شهر ولینگتون تصمیم می‌گیرن این شهر رو به آرمان شهری برای بازمانده‌ها تبدیل کنن. جایی که توی اون خبری از غم و غصه و یادآوری خاطرات ناراحت کننده بعد از جنگ نباشه. برای رسیدن به این هدف اما حاکمای شهر مردم رو مجبور به استفاده از قرصی به اسم جوی میکنن. این قرص که خواصی مثل مواد روانگردان داره، خاطرات بد گذشته ساکنین شهر رو پاک میکنه و چهره ماتم زده شهر رو به دنیای خوش رنگ و لعاب تغییر میده. دنیایی که ساکنش همیشه لبخندی به پهنای صورت روی لباشون نقش بسته و به نظر نمیرسه هیچ غم و غصه‌ای تو دل داشته باشه. سالها از این ماجراها میگذره و روزی یکی از ساکنین شهر به اسم آرتور هیستینگز که شخصیت اصلی بازی هم هست، به طور تصادفی به یاد میاره که توی گذشته برادری داشته که تو همون سالهای اولیه بعد از جنگ از اون جدا میشه. آرتور به یاد داره که برادرش سوار بر قطاری به سرزمین آلمان‌ها فرستاده شده، اما نمیتونه دلیل این کار رو درست به خاطر بیاره. بعد از این اتفاق آرتور تصمیم میگیره مصرف قرص‌های روانگردان رو که با پاک کردن حافظش باعث فراموشی خاطرات گذشته‌اش میشدن و کنار بذاره. قدم بعدی آرتور شروع سفری برای پیدا کردن برادر از دست رفتشه. آغاز این سفر چالش‌هایی رو با خودش به همراه داره که ماجرای اصلی بازی وی هپی فیو رو تشکیل میده. یکی از چالش‌های اصلی بازیکن‌ها توی این بازی مصرف درست و به موقع قرص‌های جویه. برای ورود به شهر و تردد بین ساکنین اون، به ناچار باید همرنگ جماعت بشید. در غیر این صورت ساکن‌های وظیفه‌شناس شهر به سمت شما حمله می‌کنن و به زور مشت و لگد ازتون می‌خوان که قانون شهر رو رعایت کنین و قرص‌هاتون رو درست مصرف کنین. برای درمان موندن از این حمله ها یا میتونین مثل بچهای حرف گوش کن به مصرف قرصاتون ادامه بدین و خطر پاک شدن حافظتون رو به جون بخرین، یا اینکه نه، به قانون شکنی خودتون ادامه بدین و سیستم مخفی کاری رو در پیش بگیرید. سیستم مخفی کاری بازی اما چندان سازوکار جالبی رو ارائه نمیده. هوش مصنوعی دشمنان شما در این بازی به قدری ضعیفه که هیچ وقت از منطق رفتاریشون درست سر در نمیاره. بنابراین با کوچکترین اشتباه غیر منطقی که شاید خیلی هم تقصیر شما نباشه ممکنه لو برین. حالا دیگه وقتمونه که یا بیستین و مردانه مبارزه کنین یا اینکه دم خودتون رو بزنین روی کولتون و فرار کنین. سیستم مبارزاتی بازی بزرگترین نقطه ضعف وی هپی فیو به حساب میاد. تنوع پایین و یک نواخت بودن حرکات سیستم مبارزاتی بازی رو خیلی زود به فرایندی آزاردهنده و ملال آور تبدیل می‌کنه. اما به هیچ وجه نگران نباشین، تو این بازی مهم نیست تو چه موقعیت دشواری قرار میگیرن و به همین ترتیب اصلا مهم نیست که توسط چندین نفر محاصره شده باشین. تنها کافیه به سرعت هرچه تمامتر فرار کنین و درست جلوی چشمای متعجب و حیرت زده دشمنایی که به قصد کشت به سمتتون حمله ور شدن به داخل اولین سطل زباله‌ای که تو محیط میبینین بخزین و به همین راحتی جون مبارکتون رو نجات بدین. شاید قبل از عرضه بازی خیلی‌ها به محیط رنگارنگ و عجیب و غریب اون دل بسته باشن، اما متاسفانه باید بگیم این محیط خوش رنگ و لعاب با اینکه جزء معدود نکات قوت بازی به حساب میاد، باز هم به دلیل تنوع پایین به سرعت جذابیت خودش رو از دست میده. تازه اگه به این یک نواختی محیط جزئیات دم دستی و بی هدفی که توی گوشه و کنار محیط به چشم میخورن رو هم اضافه کنین، میبینین که این بازی به هیچ وجه ظرفیت 20 ساعت گشت و گذار توی محیطش رو نداره و به سرعت تکراری و خسته کننده میشه. اما اجازه بدین سریع هم به سیستم سروایوال بازی بزنیم. تو بازی وی هپی فیو علاوه بر چرخه روز و شب که نیاز به خوابیدن و استراحت رو به همراه میاره، باید با گرسنگی و تشنگی هم دست و پنجه نرم کنید. با اینکه هیچ کدوم از این موارد تأثیری روی میزان سلامتی شما ندارن، اما رسیدگی به هر کدوم از اونها میتونه سطح توانایی شما رو به میزان چشمگیری افزایش بده. علاوه بر منابعی که بازی برای رفع نیازهای اصلی در اختیار بازیکن قرار میده، تو طول مسیرمون با منابع بیشمار دیگه‌ای هم برخورد می‌کنیم. شاید براتون جالب باشه که بدونین بسیاری از این منابع کوچکترین فایده‌ای برای ما ندارن و فقط با سنگین کردن کوله پشتیمون تا آخر بازی بلای جونمون میشه. مشکل دیگه بازی وی هپی فیو جهانباز بودنشه. تمام سیستم جهانباز این بازی به طراحی محیطی وسیع خلاصه شده که عملا تو حجم زیادی از اون کاری برای انجام دادن نداره. مأموریت‌های جانبی بازی به شدت ساده و تکراریان و بیشتر به نظر میرسه که سازندگان با طراحی دم دستی این مأموریت‌ها فقط قصد داشتند بازیکن‌ها رو به زور به نقاط مختلف نقشه بکشن. علاوه بر همه اینا سیستم ارتقای مهارت ها هم تو بازی موجوده که این یکی به تنهایی شاهکاری در صنعت گیم محسوب میشه. نه تنها شاید تا انتهای بازی به بعضی از این مهارت ها هیچ نیازی پیدا نکنین، در عوض بازی تعدادی مهارت خاص در اختیارتون قرار میده که عملا چالش های کم تعداد بازی رو هم از بین میبرن و بعد از اون میتونین با خیال راحت و آسوده به انجام مأموریتاتون بپردازید. وی هپی فیو با اینکه سرشار از مشکلات رنگارنگه، اما نکات مثبتی هم برای خودش داره. یکی از نکات مثبت این بازی کاراکترهای متنوعیه که میتونیم کنترل اونا رو به دست بگیریم. بعد از به پایان رسوندن خط داستانی شخصیت اصلی بازی یعنی آرتور، دو کاراکتر دیگه هم به نوبت در اختیارمون قرار میگیرن که هر کدوم از اونا توانایی‌های منحصر به فردی دارن و خط داستانی مجزایی رو هم دنبال میکنن. البته این خطهای داستانی مجزا تو مواردی با هم تلاقی پیدا میکنن که این نکته یکی دیگه از جذابیت بازی رو رقم زده. هرچند متاسفانه گیم پلی پر از ایراد و اشکال این بازی ممکنه باعث بشه خیلی از بازیکنها قید شنیدن داستان جذاب این بازی رو هم بزنن و اونو نصف و نیمه رهاش کنن. در نهایت بعد از تجربه 3-4 ساعت اولیه این بازی به سرعت پی میبرین که وی هپی فیو با آرزوهاش و بدتر از اون وعده‌هایی که به طرفدارش داده بود زمین تا آسمون فرق میکنه. وی هپی فیو سند محکمی برای زیاده خواهی و بلند پروازی یه استدیوی مستقله که محدودیت‌های خودش رو نشناخته و سعی کرده با بزرگتر کردن مرزهاش کاری رو انجام بده که در نهایت تماماً به ضررش تمام شده.